چرا حوثی‌ها از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده خارج شدن؟ حالا این همه تلاش داره انجام میشه که دوباره برگردونن حوثی‌ها رو به همون لیست. من معتقدم که در یه دوره آقای بایدن، صحبت آقای خول دیدم، اون ساختار دولت آقای بایدن که بیشترشون از دوره آقای اوباما منتقل شدن رو درست میدونم، و در یک دوره آقای بایدن تلاش کرد که از اون سیاست های آقای ترامپ به شکلی فاصله بگیره، بخصوص سیاست هایی که در مورد ایران آقای ترامپ به کار گرفته بود و اون تحت عنوان فشار حد اکثری، و معتقد بودن این فشار حد اکثری نتیجه نداشته و شاید نتیجه معکوس داشته. این تفسیری است که در دولت آقای بایدن وجود داشت و تا زمانی هم ادامه پیدا کرده بود. به همین خاطر یکی از مسائلی که به اونها نگاه می‌کردن در این چارچوب تفکرات آقای بایدن مسئله یمن بود، ولذا آمدن حوثی‌ها رو از لیست تروریسم خارج کردن و یک فضایی رو برای تعامل با جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی اونها، به خصوص که ایالات متحده معتقد بود که در یمن راه حل نظامی امکان پذیر نیست و بایستی به صلح برسیم و از طریق صلح اوضاع یمن رو مرتب کنیم، که یه مدتی سعودی ها با این نظریه مخالفت میکردن، بعد از یک مدت طولانی اونها موافقت کردن و نهایتا ما به یک آتش بس در یمن رسیدیم. به مناسبت الان این دوره آتش بس هم پایان یافته و جالبه که الان حوثی‌ها نمیان و دوباره این آتش بس رو تمدید کنن. همین الانش که ما صحبت میکنیم دعوا بر سر تمدید آتش بسی است که در واقع در دوره قبل انجام شده. آقای هانس برونبرگ نماینده سازمان ملل به یمن رفته، صحبت کرده که حوثی‌ها بیان یک بار دیگه این آتش بس رو تمدید کنن. آقای لیندنبرگ نماینده ایالات متحده هم رفته سر این مسئله. منتها الان بعد از جنگ غزه و درگیری‌هایی که حوثی‌ها در این جنگ، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، به دستورات جمهوری اسلامی پیدا کردن، الان به اعتقاد من دید دولت آقای بایدن کاملا متفاوت شده در مورد حوثی‌ها. الان ما می‌بینیم که تحریم‌ها زیاد شده، شما اشاره کردید به سعید جمل و مجموعه‌های بزرگی از سعید جمل که اینها می‌آمدن پولشویی می‌کردن برای جمهوری اسلامی و از طریق چندین واسطه پولش رو به یمن می‌فرستادن. چند شرکت در ترکیه در واقع در تیررس قرار گرفته که بزرگترینشون دینیز کاپیتال که این در واقع همین کار رو میکردن، نفت رو میفروختن، پولها رو در واقع پولشویی میکردن و برای یمنی ها میفرستن. اون چه که الان خیلی مهمه در دولت بایدن این که نه فقط این تحریم ها رو تشدید کرده و بازدارندگیش رو از لحاظ نظامی نسبت به حوثی ها بالا برده، بلکه الان داره جمهوری اسلامی رو مستقیما متهم میکنه که پشت حوثی ها قرار گرفتن و اینا اومدن به این شکل دارن این تحرکات را انجام میدن. این اولین بار که داره اتفاق میفته و به اعتقاد من نشان از تغییر سیاست آقای بایدن در مورد حوثی هاست.